ویژن بیوتی اووردز، مراسم انتخاب ملکه زیبایی. تورنتو سنتر فور دی آرتس، برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. پرژن بیوتی اووردز، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. خانم ها آقایان، بهاره هستم با ویژه برنامه Persian Beauty Awards. هر یک شنبه همین ساعت همین جا ساعت 7 شب با شما. خیلی ممنون از توجهی که به ما میکنید و ما رو روی وبسایت برنامه، روی فیسبوک و همینطور یوتیوب، در تلویزیون 10 دنبال میکنید. از همه حمایت هاتون واقعا سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم در شب 10 می یک برنامه در خور با حضور همه شما عزیزان، یک برنامه در خور نام ایران و ایرانی برگزار بکنیم. امشبم من با کمک بقیه همکارانم اینجا هستم و میخوام که در خدمتتون باشیم با کلی گزارش و خبر در مورد برگزاری مراسم Persian Beauty Awards یا مسابقه انتخاب ملکه زیبای ایرانی. اینجا میخوایم بریم ببینیم که همکارای جوان و پر انرژی من بهاره و بردیا امشب چه برنامه‌ای برای شما تدارک دیدن. یعنی در اصل میخوام ببینم امشب چه آشی برامون پختن. میریم ببینیم چی کار میکنن. Persian Beauty Awards، مراسم انتخاب ملکه زیبایی. تورنتو سنتر فور دی آرتس، برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. سلام، بهار هستم در بخش انترتینمنت برای برنامه انتخاب ملکه زیبایی. همونطور که میدونین اون شب ما قراره هنرمندان خیلی عزیزی با ما باشن. همونطور که هفته پیش بهتون گفتیم حتی که قراره دو تا تکنوازی داشته باشیم. اولیش یک دونه ویالنست. وایسا نگار دار آقا، کات بده. حالا شما اینجا چیکار می‌کنید؟ بردیا جان، لایوی ما رو تلویزیون. لایوم چی؟ کات بده یا ویدیو بود. شما اینجا چی می‌خوای کنم؟ بردیا همکار خوبم، عزیزم. من همکار شما شدم. شما هفته پیش مهمون من بودی. نه، قرار از این به بعد من اجرا کنم این قسمت رو. وایسا چی داشتی میگفتی؟ الان بگو، من کار دارم. داشتم میگفت معرفی می‌کردم یک دونه ویالنزن خیلی معروفو. بله. و بفرمایید ادامه بدید، من با شما کار دارم. شما این نه، شما یه دقیقه آروم باشین. ببخشید یه دقیقه کارگردان. بردیا جان، پای تلویزیونیم. اوکی، یه دقیقه آروم. ایتس لایو. بفرمایید. آلرایت، همونطور که داشتم میگفتم یک تکنوازی ویالون داریم. اگه خواستی میتونیم با هم بریم به اتاق فرمون موزیک ویدیوشون رو ببینیم و برگردیم. پس شروع کردی؟ من شروع کردم. نه بردیا جان، اشتباه کردی. این برنامه من شده. پیش مگه تو مهمون من نبودی؟ آره، ولی اشتباه کردی دیگه. همونجا اشتباه کردی. چی انقدر از خودت بهتر اشتباه کردی؟ برو کنار. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم ما اون شب دو تا تک نوازی داریم.
شما لطفا برو اون بر وایسا. نه من هیچ جا نمیرم، همینجا جای منه. بله دو تا تک نوازی داریم، قسمت ویولونو که دیدید یک برنامه فوق العاده زیباست و بعد از اون ما یک تک نوازی پرکاشن داریم که یک هنرمند جوان پرتلاش و واقعا واقعا کریتیو هستن، خلاق هستن، واقعا رو ریتم هم میزنه موزیکشون و ریتمای خاص خودشون رو دارن. بفرمایید شما که خوب اجرا میکنی. من که از خودت که بهتر اجرا میکنم خانوم. برو بذار برنامه بسن. بله ما اون شب سحاب رو داریم، یکی از بهترین پرکاشن زنهای کل کانادا و میتونم بگم که در جهان داره معرفی میشه. خیلی کارش زیباست و هر کی نشناسه من که خیلی خوب میشناسمش. بله بله من میشناسمش. خب میشناسیش که میشناسیش، خیلی کارش قشنگه، همه میشناسن سحاب. اگه توی برنامه‌های جوانان یا حتی برنامه‌های هنری کانادایی برین، سحاب یک دونه از پرکاشن‌های معروفه که همیشه بله، میزنه. سحاب رو همه میشناسن، شما هم نمیخواد انقدر روش مانور بدی، شما بچه که اصلا ربطی نداره خانم. بله ما اون شب سحاب رو داریم با یک شو فوق‌العاده استثنایی و البته بعد از اون برو اونور وایس. نه ببخشید یه گروه برو اونور وایس. میخوای من بگم یه گروه سامبا دانسرز داریم. تو که همه رو گفتی بگو. آره دیگه قراره از کجا بیان؟ بگو دیگه خودت میگی. من میگم خیلی خوب مخواهی نداره. یه گروه سامبا دانسرز داریم که از لاس ویگاس میان. اینا برزیلین آره؟ هستن. بله 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 ما یه گروه رقص سامبای برزیلی داریم که از لاس ویگاس میان و ما در واقع داریم لاس ویگاس رو میانیم در تورانتو. چرا میپری تو حرف من؟ برای اینکه این کار من زد... بود. برو کنار. نه این کار منه. آقا با صدات میکنم اونجا ببین برو ببین. نه اصلا صدام نمیکنه. همین بخش رقص سامبا رو ببین. مشکلی که داری برو با آقای کارگردان حلش کن. بریم بخش رقص سامبا رو ببین. بیا من تکلیفمو با ایشون مشخص کنم. آقای کارگردان. این کار منه، شغل منه، تو داری شغل منه، داری نون منو میبری، نون منو آجر میکنی. I'm not cutting anybody's bread, okay؟ چی گفتی؟ آره، این مشکل خودت بود. بعد درست اجرا میکردی که تو منو نیارن اینجا. اینجا مهمون، مثل که رو اریم. میخوای بری این بخش شما؟ دلم برات میسوزه بردیا، بیا این بخش تو معرفی. ما اون شب یه برنامه اکروبات دنس فوق‌العاده زیبا هم داریم که حرکات خیلی جالبی انجام میدن روی استیج و حتما لذت. من مردی بلده برقصه اونطوری. حالا نه تو سامبات خیلی سامبا بود. واقعا از تو که خیلی بهتره. بفرمایید. شما که بلدین بفرمایید ادامه برنامه. ادامه شما ادامه بدیم. من یادم رفت این بخشو به شما دادم. آها بله. و ضمن اینکه اون شب ما یک گروه رقص هیپ هاپ هم داریم. یک گروه جهانی، گروهی که با خواننده‌های خیلی معروف ساچ ببخشید مثل جنیفر لوپز، ریانا، لیدی گاگا. مگه نگفتی من برم؟ خب اومدی جامو گرفتی. خیلی خوشحالم که جاتو دارم. خوشحالی منم خوشحالم. من خوده. بریم بخش رقص هیپ هاپ رو ببینیم با هم. برگردیم من ببینم با این چی کار میکنم. We'll be right back.
آرامه. آخه تو اینجا چیکار میکنی؟ آخه من میخوام معروف بشم. من میخوام معروف بشم. برو جای بهاره رو بگی، برو جای کتی رو بگی، برو جای شده رو بگی. کتی هم گرفتم امشب. دست درد نکن. پس کلا میخوای برنامه رو یه نفری بری؟ چرا که نه، اگه میتونستم. وایس وایس میگن رو بریم. بله، همونطور که عرض میکردم خدمتتون، ما اون شب یه برنامه دیگه هم داریم، یه برنامه فوق العاده و یک خواننده بزرگ. سمی بگی قراره با یه ارکسترای 9 نفره بیاد رو صحنه. تا حالا این برنامه تا حالا اجرا نشده. آره بردی جان، اوه ببخشید، همونطوری که بهتون داشتم میفرمودین. بله، اون شب ما سامی بیگی رو داریم، شما اون مر وایسا سامی بیگی رو داریم با یه ارکستر بزرگ 9 نفره که اون شب برای من. گفتم خب جمله من بود. وای چقدر حسودی میکنه این. باید جمله‌مو بگم یا نه؟ خب بگو. خب گفتم دیگه. بگو دیگه. خب گفتم بریم ویدیو سامی بیگی رو ببینیم. من امشب تکلیفمو با شما آقای اتاق فرما، آقای من کارم خیلی خوبه. اتاق فرما بریم ویدیو سامی بیگی رو ببینیم. برنامه فشن و تاثیرش روی انتخاب ملکه‌های مختلف زیبایی در دهه‌های مختلف. امروز راجع به دهه 50 براتون صحبت می‌کنم. تاثیر فشن در 50s بر روی میس ورلد‌های دهه 50. دهه 50 کلاً یک رولوشن و انقلاب در فشن اتفاق افتاد. لباس‌ها از اون حالت پاکتی و ساده دهه 40 که دهه جنگ بود تبدیل شد به لباس‌های بسیار زنانه و فمینین که معروف هست به ساعت شنی. مشخصه هایی که توی میس ورلد‌های دهه 50 دیده میشه دامن‌های پفی هستش، یقه‌های گرد و سیلوئت‌های کوتاه. یکی از چیزایی که خیلی اون زمان محبوب بود، یکی از جزئیات فشن که خیلی اون زمان محبوب بود، یقه‌های هالتری یا دکولت‌های هالتری هستش که نه تنها توی لباس‌های شب بلکه در لباس‌های سویم‌ور و سپورت‌ور بر روی سن حتی دیده می‌شد. چیزی که خیلی اون زمان محبوب بود در ارتباط با مدل مو، مدل موهای کوتاه، کپ‌های کوتاه و رژ لب‌های قرمز و پررنگ و همچنین آرایش‌های بسیار ملایم و زیبای چشم بودش که اون حالت فمینین رو بیشتر حمایت می‌کرد. بعد از این برمیگردم به برنامه خودمون، مهمونی خودمون در شب ده می که بعد از 36 سال با فرش قرمز، جلال و شکوه خاصی قرار اجرا بشه. به همین دلیل درس کد مهمون‌های عزیزمون های هیلز و گلامر هستش. اون شب به عنوان اولین سال مهمترین و بهترین سال خواهد بود. به همین دلیل با ویدیوها، عکس‌ها و گزارش‌های متعدد برای همیشه زنده خواهد ماند. برمیگردیم به اتاق فرمان و میام اینجا با یه مهمون در خدمتتون هستم. Persian Beauty Awards، مراسم انتخاب ملکه زیبایی. Toronto Center for the Arts، برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Awards، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. در این بخش از برنامه در خدمت یکی از سپانسورهای محترم برنامه هستیم که بخش لباس‌های خانم‌ها و همچنین سربازهای هخامنشی و اسب‌هاشون که در ورودی محل اجرای برنامه که تورنتو سنتر فور آرت هستش پشتیبانی می‌کنن ایشون. آقای فرید هدایت. آقای هدایت خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
اگر ممکن ازتون خواهش کنم که توضیح مختصری در ارتباط با خودتون و سربازهای هخامنشی و اسب و لباساشون برای بینندگان عزیزمون بدید. خواهش میکنم. بعد سلام خدمت تمام بینندگان عزیز و همچنین همکاران و دستندرکاران پروژه بیوتی آوردز. من به عنوان اسپانسر و همچنین طراح لباس در یکی از بخش‌های این برنامه دارم همکاری می‌کنم. افتخار اینو دارم که بتونم دو تا لباس از سربازهای اخوانشی دیزاین کنم و همچنین دو تا لباس برای سربازا و همچنین طراحی برای دو تا اسب که از اسب‌های مثل زمان هخامنشی هستش. بعد سعی کردم که تا جایی که میتونم اون حالت به اصطلاح به وجود بیارم اصلیتشون و پارچه‌ها طبیعی از پارچه‌های کتان و پشم استفاده شده و همچنین گلدوزی و اینها و رنگ‌هایی که در اون زمان استفاده می‌شده. گلدوزی ها کارهای دست خودتون هست؟ کارهای دست خودم و همچنین همکارهایی که دارم که با من همکاری میکنن. بسیار عالی. خیلی ممنون که به برنامه ما تشریف آوردین. مرسی از همگی. میریم که بخش بعدی برنامه رو ببینیم. مرسی. مراسم انتخاب ملکه زیبایی تورنتو سنتر فور دی آرتز. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014 Persian Beauty Award، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. شب 10 می یک شب به یاد موندنی و با شکوه. همونطور که اطلاع دارید شب 10 می یعنی در شب برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبای ایرانی همزمان شده با شب قبل از روز جهانی مادر. مادرانی که ما همیشه باید قدردان زحماتشون باشیم و کسانی که همه عشقشون و همه تلاششون رو گذاشتن برای به بار نشستن فرزندان عزیزشون، یعنی همه تلاششون برای پیشرفت عزیزانشون هست. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که در اون شب به قید قرعه به 10 نفر از خانوم‌های ایرانی که در مراسم حضور دارن و همچنین در رأی‌گیری آنلاین و حضوری در روز 10 می شرکت می‌کنن جوایز هر چند کوچک بدیم و قدردانی کنیم ازشون. امیدواریم که بتونیم که با این هدایای کوچک قدردان کوچکترین جزء از زحمات این عزیزان باشیم. امیدوارم که همه شما عزیزان مخصوصا مادران عزیز ایرانی در شب 10 می با ما همراه باشید و یک شب به یاد موندنی رو با ما بگذرونید. با همدیگه خواهیم بود با برنامه‌های مفصلی که اون شب در کنار همدیگه خواهیم داشت. مادران عزیز رو قدردانی می‌کنیم ازشون و به پاس این قدردانی از خانم‌های عزیز ایرانی شب 10 می رو با هم جشن می‌گیریم. طبق روال هفته‌های گذشته توی این قسمت از برنامه ما با چند تا دیگه از شرکت کنندگان عزیز مسابقه ملکه زیبایی هستیم. میریم یه مصاحبه کوتاه با این عزیزان رو با هم می‌بینیم. بازم در خدمتتونیم. Persian Beauty Awards، مراسم انتخاب ملکه زیبایی. Toronto Center for the Arts. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Award، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. شب بخیر خانم. سلام. خیلی خوش آمدی. مرسی. میتونم خواهش بکنم از یکی از خودتون رو معرفی بکنی؟ حتما. من مرجنه هستم. نگار. Persian Beauty Awards،
خب حالتون چطوره؟ خیلی خوب. شما خوبید؟ شما مرسی. نروس که نیستین؟ من خودم به شخصه بیشتر اینکه نروس باشم خیلی خوشحالم از اینکه این اپورتونتی برای ما به وجود آوردین و چه خوبه که این موقعیت رو به ما دادین. من دوست دارم که تشکر کنم به نوبه خودم از اینکه این اپورتونتی رو در اختیار ما گذاشتیم و ما اینجا اومدیم و نمیدونم اسمشو من نمیگم نروس، من میگم یه راشی که به هر حال یه لذت خاص خودشو داره و اینکه همین که اینجا باشیم و بتونیم تجربهش کنیم خودش خیلی شیرینه. خب نگاه، من با اینکه خیلی خستم چون از مونترال اومدم ولی واقعا این برنامه دوستان فقط همش هیجانه و انقدر جمع دوستانه، واقعا در کنار بچه‌ها لذت من دوستای خیلی خوب پیدا کردم و همینطور تیمم و گروهم واقعا فوق العاده است. از همینجا می‌خواستم از همشون تشکر بکنم. خب خسته نباشین، خیلی ممنون از اینکه اومدی. و ساناس، حالا من با جفتشون موافقم، همه حرفایی که زدم درسته، هم مثل مرجان خوشحال هستم که این اپورتونیتی برام به وجود اومده و همین که خیلی همیشه خوش میگذره و خوبه همه جمع. خب ساناز بذار از تو شروع بکنم. با توجه به اینکه میگی خیلی دوستای خوبی پیدا کردی و محیط خیلی دوستانه است و فرندلی، تو چطوری این حس رقابت تو این مسابقه رو در خودت زنده نگه داشتی؟ والا به نظر من رقابتش همه با همیم، همه با هم دیگه کمک میکنیم. من شخصا رقابتی اونطوری حس نکردم و به نظرم بیشتر یه دوستی و همه داریم با هم بالا میریم و بزرگ میشیم و مثلا برنامه میتن تو اجرام. ببین در حال این یه مسابقه است و یه برنده داره دیگه. درست. خب تو چیکار کردی برای اینکه این احساس رقابت همچنان در تو زنده بمونه؟ خب همه دوستان دختر شایسته باشن. خب مرجان تو تا به حال تو هیچ مسابقه شرکت کردی؟ مسابقه دختر شایسته نه، ولی از بچگی همیشه دوست داشتم که یه موقعیت برام پیش بیاد که شرکت بکنم. هر مسابقه ای؟ هر مسابقه مثل کنکور، مثل مسابقه بسکتبال؟ بله بله بله، من چون به ورزش خیلی علاقه دارم مسابقات ورزشی من شرکت کردم. مسابقه بسکتبال بوده من شرکت کردم، تو تیم ملی شنا بودم وقتی که ایران بودم، یعنی استانی، اون چون من از شهر کرمانشاه هستم اونجا شنا کار میکردم و مسابقات زیادی تو زندگیم دادم. خب چه مقام هایی آوردی؟ بالاترین مقامی که آوردی چی بوده؟ مقام هایی که آوردیم توی مسابقاتی که شرکت میکردیم تا اون موقع بسکتبال بوده که مقام آوردیم. مسابقه فردی؟ فردی چیزی که مسابقه فردی باشه چیزی به خاطرم نمیاد الان، در حال حاضر حضور ذهن ندارم. ولی ورزشی بوده بیشترش. نگار جان تو توی این مدت برای اینکه خودتو بیشتر به جامعه بشناسونی و نقش خودتو توی این مسابقه پررنگتر نشون بدی چی کار کردی؟ من که خب اولا پشت کنم توی زمینه خیلی خوب بود، همونطور که میدونم برای من خیلی سخت بود که از مونترال بالاشم بیام اینجا، ولی خب سعی کردم که به هر طوری که شده خودم به این مسابقه برسونم و همینطور سعی کردم که خودم رو توی این برنامه از اسکیل هایی که دارم با توجه به اینکه خب تحصیلاتم اسکیل هام همه رو در برنامه نشون بدم، چون بالاخره میدونم که درسته که اسمش ملکه زیبایی هستش ولی خب علاوه بر زیبایی یه سری زیبایی های درونی و اسکیل ها و همینطور یه سری تحصیلات حتما تو این برنامه خواهد بود، یعنی جزء پوانا خواهد بود. خب سعی کنم روی اینها بیشتر فوکوس بکنم و امیدوارم که بتونم موفق باشم. ساناز جان توی مرحله اول بالاخره تو هیچ آگاهی هم نداشتی و خیلی همه چیز برات جدید بود، به نظر چه نقطه ضعفی داشتی؟ نقطه ضعفایی که میتونستم داشته باشم خب همین که با هیچ کس آشنا نبودم، هیچ کس رو نمیشناختم، میدونستم که بعضی از دخترها همدیگر رو میشناختن ولی من هیچ کس رو نمیشناختم واقعا، و با وجود این خدا رو شکر همه مثل قبلا هم گفتم همه خیلی خونگرم و خودمونی بودن. نقطه ضعفای دیگه خب هر کسی یه هنری داره، هر کسی یه زیبایی داره، یه قدی داره، بالاخره خب رقابت هستش دیگه، این رقابت ها نقطه ضعف هم میتونه باشه. نه شخصی خودت احساس نکردی تو دوره اول مصاحبه که با هم داشتیم بعدش احساس نکردی ممکنه بخوای روی یکی از نقطه ضعفات بیشتر کار بکنی؟ اصلا چیزی به چشمت خورد یا نه؟ مطمئن نیستم. مطمئن هنوز مصاحبه رو ندیدم که بتونم ببینم مثلا اگه چیزی اشکالی داشت تو مصاحبه‌ام یا نه. اوکی مرجان
جناب. بهترین خاطره‌ای که ازش درس گرفتی تو زندگی چی بوده؟ خاطره که زیاد هست. یکی از علتایی هم که اصلا من شرکت کردم این بود که دوست داشتم، من همیشه دوست دارم چیزای جدید رو ترای بکنم و اینم یه موقعیت جدید بود که ما تا حالا نداشتیم و همونطور که تو تبلیغات هستش بعد از 34 سال این مسابقه برای ما ایرانی‌ها این اپورتونتی بود که ما شرکت بکنیم. خاطره‌ای که صرفا بخوام ازش درس فرمودین گرفتم، درسی که گرفته باشم این بوده که very good question, I don't know which one should I start with. من یه خاطره کوچیک میتونم براتون بگم که همیشه من وقتی که ایران بودم دوست داشتم موتور سواری بکنم. یکی از آرزوهام بود که موتور سواری بکنم و همیشه یه هیجان خاصی برام داشت که این کار رو انجام بدم، ولی چون برادر نداشتم هیچ وقت موقعیت برام پیش نیومد. وقتی که اومدم کانادا این اپورتونتی برام پیش اومد که برم و چیزی که دوست دارم یاد بگیرم و انجامش بدم. من رفتم کلاس و انجام دادم و مدرکش رو گرفتم که موتور سواری کنم. حالا چرا خاطره؟ به خاطر اینکه موتور سواری درسی به من یاد داد که شما هر چقدر هم تو کاری که انجام میدی خوب باشی و هر چقدر هم اسکیلز داشته باشی، اکسپریانس داشته باشی، ولی همیشه یه چیزی هست که بهش میگن چیز به اصطلاح میتونم بگم که یه چیز خارجی هستش که تاثیر میذاره روی این قضیه که شما هر چقدر هم که خودت خوب باشی ولی نمیتونی که 100% همه چی رو داشته باشی و به خاطر اینه که بقیه همیشه امکان داره که بیان و مثلا حالا یا میدونین اون مشکلاتی برای شما درست بکنن که شما شاملش نبودی و این درس رو به من داد که درسته رو خودت کانت میکنی ولی همیشه آمادگی همه چی رو از همه کس داشته باش. نگار زیبایی برات خوشبختی آورده؟ چرا که نه؟ همیشه زیبایی مطرحه. نه احساس میکنی یک آدم زیبا خوشبخته؟ شاید در درون خودشون احساس میکنن. آخه نظر فرق میکنه. یه موقع خب من نمیتونم بگم چون هر کسی یه نظری داره. یکی خوشم میتونه میگه واو من چقدر خوشگم واقعا راضیه. ولی یکی نه، برای چیزای دیگه هم مهمتره. چون ببینید هر کسی که با شما آشنا میشه اول چهره شما رو میبینه، اول زیبایی شما رو میبینه که باهاتون آشنا بشه، ولی خب دیگه بعد میره روی پرسونالیتی دیگه. اون it depends on you. I don't know. For me من دوست دارم زیبایی رو، ولی نمیتونم بگم 100% نه، زیبایی نسبیه. یعنی هم زیبایی درونی و هم ظاهری. برای من خوشبختی هم میتونه بیاره. میتونه بیاره. خب بسیار هم عالی. ساناز چون جواب قبلی نتونستی منو متقاعد بکنی، من یه سوال دیگه ازت میپرسم. اگه بتونی برگردی به عقب توی زندگی چه چیزی رو عوض میکنی؟ راستش رو بخواین من به اینی که چیزی رو عوض کنم اعتقاد ندارم. اعتقاد دارم که هر چیزی که تو زندگی انجام دادی نباید پشیمون ازش باشی، چون چیزیه که تو اون لحظه خواستی. و با این صورت حتی اگه تجربه بدی هم داشته باشم تو قبلا تجربه بوده و از هر تجربه آدم میتونه یاد بگیره و اونو استفاده کنه در آیندهش که موفق تر بشه. یعنی هیچ نکته مبهمی نداری؟ مثلا رشته تحصیلی رو میخواستی بخونی یا یه سازی رو یاد بگیری یا نمیدونم یه کتابی که نخونده باشی؟ نه، یه چیزی بوده که مثلا الان میخوای تغییرش بدی، یعنی مثلا به تو این فرصت رو بدن. یه چیزی که واقعا پشیمون بودم اینه که به خاطر زانوم خراب شد، یه ایرادی پیدا کردم، مجبور شدم کاراته رو، یعنی مسابقه دادن و کاراته دادن رو یه مدت قطع کنم و الان دارم سعی میکنم که برگردم، ولی واقعا از این که همه این سالها رو از دست دادم که بتونم مسابقه بدم ناراحت شدم. اوکی. نگار جون. بله. تو. بیا اینجوری فرض کنیم که تو ملکه زیبایی شدی. واو، آی ویش. بعد اون ماشین فیات هم برنده شدی. خب میشه فهمی جنیفر لوپز دیگه. خب. بعد حالا با اون ماشین دارید درایو میکنی سمت مونترال یا ماشینت پنچر میشه. موبایلت هم شارژ نداره. ماشینو پس میدم. شارژ موبایلت هم تموم شده. چی کار میکنی؟ میرم میگم هی من ملک زیبایی هم. آه یعنی جلوی راننده های دیگر رو میگیری؟ شارژ موبایلم تموم شده باشه؟ واقعا گریه میکنم. خب بعد از اینکه گریه کردی؟
هیچ چیز دیگه مجبورم که وسط خیابون وایستم. بعد البته خب میدونم که موقع دیگه همه منو میشناسه، سعی میکنم بهم کمک کنه. چون چاره دیگه ای فکر نمیکنم ببینم. مرجانه، هیچ وقت تو زندگیت از کسی یا گروهی حمایت کردی؟ بله، من باز معتقدم که آدم‌ها تعریف میشن به این که وقتی من کدوم دوربین رو باید نگاه کنم. اوکی آدم‌ها تعریف میشن به این که چطوری بتونن همدیگر رو حمایت بکنن، چون به قول معروف گفتنی یک دست صدا نداره و بهتر اینه که همیشه با هم یک گروه باشیم تا صدامون بیشتر شنیده بشه و بهتر میتونیم به اون هدفی که میخوایم برسیم. من اتفاقا اخیر یعنی ریسنتلی این بر بون مرو تست که بودش یه گروه شدیم و ما کاندیدایی که الیجیبل بودن ازشون تست بون مرو بگیریم گرفتیم و این آخرین کار گروهی بود که با هم انجام دادیم و خدا رو شکر خیلی نتیجه خوبی داشت و تونستیم خیلی کسا رو عضو بون مرو بکنیم و من خیلی از این قضیه خوشحالم. خب خیلی هم خوبه. سانا جان سال آخر تو خیلی در رفتی همشه از دست من هرچی من اصلا پرسیدم یه جوری زیرابی رفتی. نه خب جوابتو بدادم. نه حالا بذار این سالو ببینم چجوری از پسش برمیای. اگر عاشق یه نفر بشی و اون آدم ندونه که تو عاشق شدی چطوری عشقتو بهش بیان میکنی؟ خب بهش میگم. مستقیم میری جلو بهش میگی؟ آره من آدم مستقیمم. همیشه حتی مثلا با یکی مشکل دارم یا یه چیزی دوستم به یکی بگم میرم به خودشون میگم. یعنی به نظر من این کار بهترین آدم مستقیم کارش انجام بده، چون اینطوری حقیقتا بهتر عنوان میشه و احساساتت میتونه بهتر عنوان بشه. اینم برمیگرده به اون بک‌گراند کاراته باز بودن اصلا که دیگه خیلی مستقیم حرکت میکنی، کلا شوخی نداری با کسی. خب خیلی هم خوبه. مرجان سال آخر، از بین خانم های معروف جهان کیو انتخاب میکنی؟ خانم های معروف جهان از چه لحاظ؟ به عنوان یه الگو، رول مدل. من خانم شکیرا رو خیلی دوست دارم. علتش هم این که هم خانم پر استعدادی هستش، پر تلاشه، سیم از بیانسه هشی و یک مادر خیلی خوب هستش و آدمی هستش که با اینکه زندگی پرمشغله‌ای داره ولی به همه کاراش میرسه. حتی من بارها دیدم که به خاطر بازی دوست پسرشون یا همسرشون با این اسکجال بیزی که دارن ولی باز میرن حمایت میکنن، چون خانواده در درجه اول به نظر من. مهم نیست که شما چه کاره هستین یا چه به چی علاقه دارین، at the end of the day خانواده خیلی مهمه و همین ساپورتشون که نشون میدن با اینکه میتونی هم هاوس وایف باشی، هم بچه خودتو داشته باشی، هم مادر خوبی باشی و هم میتونی شغلتو خیلی خوب داشته باشی، به اون نحوه احسن همه چی رو اجرا کنی. من این مثال البته زدم، خیلی ها هستن ولی چون خیلی ها ایشون رو میشناسن من این مثال زدم. رول مدل تو کیه؟ من خانم آنجلینا جولی خیلی دوست دارم، چون با توجه به اینکه ایشون واقعا اسطوره زیبایی هستن از همه لحاظ، واقعا پرسونالیتی خیلی خوبی دارن. این خانم خب دیدین چند تا از بچه‌ها رو ادابت کردن و همینطور اینکه با توجه به این مشکلی که داشتن، این خانم با توجه به کانسری که داشتن واقعا با این بیماریشون مقابله کردن و همچنان، یعنی خیلی من خوشم اتفاقا آقای براد پیت از این خانم واقعا تقدیر کردن، چون واقعا ایشون با این بیماریشون مبارزه کردن و همچنان همون اسطوره و همون مادر زیبا و مهربون هستن. و تو سناز؟ من رول مدل هم سال بود. من خانوادمه و مخصوصا مادرم، چون از هر چیزی تو زندگی، هر مثلا نقطه ضعفی یا مشکلی که برخورد تو زندگی، همیشه با یه خنده همه چی رو رد میکرد. خب اون خیلی خوبه، ولی تو دنیای بیرون کسایی که ما بشناسیمشون. راستش رو بخواییم مالا منم انجلینا جولی. دلیل تو چیه؟ بخاطر اینکه به علاوه زیبایی که داره، یعنی به نظر من که زیباترین خانم دنیا است، یعنی این دید من هستش و همینطوری که نگار جون گفتش، بچه‌هایی که بدون سرپرست هستن و فقیر هستن کمک کرده، آداپتشون کرده، بهشون کمک کرده، یعنی اون همه پول داره و به جای اینکه مثلا بعضی از خواننده‌های دیگه یا هنرپیشه‌های دیگه یه جوری دیگه هدرش کنه، به بچه‌ها کمک کرده و این به نظر من یه چیزی که خیلی مهمه، آدم که وقتی داشته باشه به بقیه هم بتونه بده. نگار حرف آخر؟ حرف آخر می‌خواستم که
از همه بچه‌ها دوستام تشکر کنم. بچه‌ها واقعا خوب بودن، واقعا خوش گذشت کنارشون، دوستای بسیار خوبی پیدا کردم. حالا اصلا واقعا این برنامه برای من یک فام بود، برای در کنارش واقعا دوستای خوب پیدا کردم. من همینطور می‌خواستم از همه دستندرکنان تشکر کنم و همینطور مردم عزیز، منتظر رأی شما هستیم. رأی شما در انتخاب هر کدوم از ماها واقعا تاثیر داره. با امید شما، دهمی. ساناز حرف آخر میخوام از همه تشکر کنم، از الان، از همه کسایی که حمایتم کردن و از تمام کسانی که این برنامه رو دارن اجرا میکنن و دارن سخت کار میکنن که همه چی به خوبی و خوب انجام بشه برای میتن. و مرجان با تشکر از همه و بنیانگذار این برنامه که تمام این برنامه ها رو بر ما گذاشت و این اپورتونیتی رو به ما داد که ما به اهدافمون و حتی همین که بشینیم با همدیگه همدیگر رو بشناسیم خیلی خوشحالیم که این برنامه رو در اختیار ما گذاشتن و با امید آرزوی سلامتی برای همه و رأی دادن به ما و دیدنشون در ده می و سامی بیگی و having fun. مرسی از اینکه با من بودید. مرسی از شما. خدا نگهدار. مراسم انتخاب ملکه زیبایی Toronto Center for the Arts. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014 Persian Beauty Award، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. همونطور که میدونین نحوه رأی‌گیری این مسابقه به صورتی هست که مشارکت همه شما عزیزان رو در انتخاب ملکه زیبایی ما میطلبه، یعنی واقعا رأی‌های شما تاثیرگذاره بر روی انتخاب ملکه زیبایی ایرانی. بهار جان میدونی چیه؟ برای اولین بار نیست که الان با من اومدی نشستی، خیلی ممنون از همکارت عزیزم، ولی میخواستم یه توضیح کوتاه بدم در مورد شرکتی که به اصطلاح سیستم رأی‌گیری رو برای ما طراحی کرده. برای اولین بار شرکت مهندسی بی سمارت به طور کاملا اختصاصی نرم افزاری رو طراحی کردن مخصوص این برنامه. میدونین که تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده بوده. دقیقاً این برنامه، این نرم افزار به حدی سکیور و مطمئن هستش که امکان هر گونه خطا و سوء تفاهم رو به اصطلاح از بین برده در رأی گیری ها، طوری که وقتی که با توجه به امنیت بالای این برنامه امکان به اصطلاح میتونم بگم که وقتی که مسئولان به آمار دسترسی دارن، حتی میتونن نوع اسمارت فون، محلی که رأی داده، شماره سریالی که از اون رأی داده شده، حتی اسمارت فون ها، کامپیوترهای خانگی، همه رو دسترسی دارن. پس با خیال راحت میتونیم بریم رأی بدیم و مطمئن باشیم که در رأی ها هیچ گونه خللی وارد نمیشه و امکان هر گونه اشتباه عمدی یا سهوی کاملا از بین رفته. پس منتظر آرای شما عزیزان هستیم. مطمئن باشین که این آرای شما شمارش میشه. 20% از کل آرا مخصوص بیننده های عزیزمون هستش که از الان پروسه رأی‌گیری، البته چند هفته یه که شروع شده و داره شمارش میشه، 20% از آرا از 2-3 هفته پیش که شروع شده تا روز 10 می تشکیل میشه. در روز 10 می توی سالن ما باز هم یه رأی‌گیری دیگه خواهیم داشت که شرکت کنندگان و حضار محترم شرکت میکنن توی این رأی‌گیری. بعد از اینکه شرکت کننده های عزیزمون روی صحنه اومدن، روی استیج اومدن و شما دیدیدشون، میتونید مجدداً به هر کدوم از اینها رأی بدین. 15% از بقیه آرا رو ما با شما روز 10 می در سالن تورنتو سنتر فور د آرتس خواهیم داشت. حامیان و اسپانسرهای محترم برنامه هم 15% دیگه از بقیه آرا رو تشکیل میدن. باید ازشون تشکر هم بکنیم. 50% دیگه، یعنی نصف بقیه آرا رو
هیئت داوران میدن. هیئت داوران ما تشکیل شدن از یه گروه از هنرمندانمون، ورزشکاران، پزشکان و همچنین گرافیست های عزیزمون که در روز برنامه حضور دارن و با توجه به مصاحبه های اختصاصی که با تک تک شرکت کننده ها خواهند داشت، 50% بقیه آرا رو هم جمع میکنن و نفر اول ماشین فیات فولی لودد. میدونی که این ماشین نه لیز داره نه چیزی و تقدیم میشه به برنده. یعنی مال خودشونه مال خود خودشونه، همونجا برش دارن و برن، بله خیالشون راحت باشه. نفر دوم مسافرت به لاس ویگاس با یک همراه all inclusive. بله چقدر عالی، حتما خوش میگذره، خیلی باز خوش بگذره. یک هفته کامل. پس نفر اول ماشین فیات و نفر دوم مسافرت به لاس وگاس با یک همراه. خیلی هم عالی. مطمئنن که اون شب به همه خیلی خوش میگذره. حتما بهتون توصیه میکنیم که تشریف ببرید روی وبسایت برنامه و PersianBeautyAwards.com. شرکت کننده های عزیزمون رو ببینید، عکساشون رو ببینید، مصاحبه هایی رو که دارن رو حتما گوش بدید، پروفایل هاشون رو مطالعه کنید و از حالا شروع کنید به رای دادن به این عزیزان. فراموش نکنن که 20% از آرا مخصوص شما بیننده های عزیزه. خب دیگه چی بگیم؟ فکر کنم یواش یواش باید خدافظی کنیم. من یه بار شماره تلفن یه قسمت دیگه هم مونده که خیلی مهمه برای خریدن بلیط. تیکت هامون اصلی ترین قسمت قضیه. الان چند وقت همش داریم میگیم و میخوایم دوباره امشب یادآوری کنیم دوستانمونو که چجوری میتونن این بلیط رو تهیه کنن. از فروشگاه های سوپر خوراک، سوپر تهران و سوپر شایانی، بله، حتی تیکت ماستر. بعد برای خانواده هایی که کاندیدیت دارن در این برنامه انتخاب ملکه زیبایی، میتونین این بلیط رو از یک جا تهیه کنین. سعی کنین از یک جا میتونین واقعا تهیه کنن که با هم بشینن و اون کاندیدتشون رو سپورت بکنن. فکر میکنم بیشتر تاثیر داشته باشه، مثلا وقتی که میاد روی استیج تشویق که میکنن، حالا دارن. هوای دیگه دخترها رو خیلی بهشون اعتماد به نفس بیشتری مطمئنن. اینا واقعا احتیاج دارن به این سپورت هم خانواده، بله، هم دوستان. حتی میتونین بلیتتون رو با شماره 416-660-7070 تماس بگیرین و میتونیم براتون دلیوری کنیم مجانی. بله دقیقا همطوره. یعنی کسانی که دوست دارن که حالا به هر حال شرایطی ندارن که تشریف ببرن به مراکز فروش خریداری کنن، میتونن با ما تماس بگیرن. ما به صورت رایگان میتونیم بلیط ها رو در اختیارشون، یعنی دلیوری رایگان با دلیوری رایگان میتونیم بلیط ها رو در اختیار عزیزان قرار بدیم. کانادیتون میکنم دیگه بهاره. دلم برای کانادا. This is Canada. بله خب مرسی، امیدوارم که از برنامه امروزمون هم لذت برده باشین. هفته دیگه یک شنبه ساعت 7 شب با ادامه برنامه PersianBeautyAwards.com ویژه برنامه انتخاب ملکه زیبایی، باز هم با یه گروه دیگه از شرکت کنندگان عزیز حتما در خدمتتون خواهیم بود. اسپانسرهای عزیز برنامه رو با هم دیگه خواهیم داشت و معرفی لحظه به لحظه برنامه. شماره تلفن ما هست 416-660-7070 و وبسایت www.persianbeautyawards.com. با شما خواهیم بود در هفته آینده. بهار جان شبتون خوش. شب خیر. شب همگی خوش. Persian Beauty Awards, Toronto Center for the Arts. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Awards, نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. گیل میدن. باید ازشون تشکر هم بکنیم. 50% دیگه، یعنی نصف بقیه آرا رو هیئت داوران میدن. هیئت داوران ما تشکیل شدن از یه گروه از هنرمندانمون، ورزشکاران، پزشکان و همچنین گرافیست های عزیزمون که
در روز برنامه حضور دارن و با توجه به مصاحبه های اختصاصی که با تک تک شرکت کننده ها خواهند داشت 50% بقیه آرا رو هم جمع میکنن و نفر اول ماشین فیات fully loaded. میدونی که این ماشین نه لیز داره نه چیزی و تقدیم میشه به برنده نفر یعنی مال خودشونه. مال خود خودشونه. همونجا برش دارن و برن. بله خیالشون راحت باشه. نفر دوم مسافرت به لاس وگاس با یک همراه. All inclusive. بله چقدر مالی. حتما خوش میگذره. خیلی باز خوش بگذره. یک هفته کامل. بله. پس نفر اول ماشین فیات و نفر دوم مسافرت به لاس وگاس با یک همراه. خیلی هم عالی. مطمئنن که اون شب به همه خیلی خوش میگذره. حتما بهتون توصیه میکنیم که تشریف ببرید روی وبسایت برنامه و PersianBeautyAwards.com شرکت کننده های عزیزمون رو ببینید، عکساشون رو ببینید، مصاحبه هایی رو که دارن رو حتما گوش بدید، پروفایل هاشون رو مطالعه کنید و از حالا شروع کنید به رای دادن به این عزیزان. فراموش نکنن که 20% از آرا مخصوص شما بیننده های عزیزه. خب دیگه چی بگیم؟ فکر کنم یواش یواش باید خدافظی کنیم. من یه بار شماره تلفن یه قسمت دیگه هم مونده که خیلی مهمه برای خریدن بلیط. تیکت هامون اصلی ترین قسمت قضیه. الان چند وقت همش داریم میگیم و میخوایم دوباره بله. امشب یادآوری کنیم دوستانمون رو که چجوری میتونن این بلیط‌ها رو تهیه کنن. از فروشگاه های سوپر خوراک، سوپر تهران و سوپر شایانی. بله. حتی تیکت ماستر. بعد برای خانواده هایی که کاندیدیت دارن در این برنامه انتخاب ملکه زیبایی میتونین این بلیط رو از یک جا تهیه کنین. سعی کنین از یک جا میتونین واقعا تهیه کنن که با هم بشینن و اون کاندیدیتشون رو سپورت بکنن. فکر میکنم بیشتر تاثیر داشته باشه. مثلا وقتی که میاد روی استیج تشویق که میکنن حالا دارن. هوای دیگه دخترها رو خیلی بهشون اعتماد به نفس بیشتری مطمئنن. اینا واقعا احتیاج دارن به این سپورت هم خانواده بله. هم دوستان. حتی میتونین بلیتتون رو با شماره 416-660-7070 تماس بگیرین و میتونیم براتون دلیوری کنیم مجانی. بله دقیقا همطوره. یعنی کسانی که دوست دارن که حالا به هر حال شرایطی ندارن که تشریف ببرن به مراکز فروش خریداری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. ما به صورت رایگان میتونیم بلیط ها رو در اختیارشون یعنی دلیوری رایگان با دلیوری رایگان میتونیم بلیط ها رو در اختیار عزیزان قرار بدیم. کانادیتون میکنم دیگه بهاره دلم برای تایید کنم. This is Canada. بله خب مرسی. امیدوارم که از برنامه امروزمون هم لذت برده باشین. هفته دیگه یک شنبه ساعت 7 شب با ادامه برنامه PersianBeautyAwards.com ویژه برنامه انتخاب ملکه زیبایی. باز هم با یه گروه دیگه از شرکت کنندگان عزیز حتما در خدمتتون خواهیم بود. اسپانسرهای عزیز برنامه رو با هم دیگه خواهیم داشت و معرفی لحظه به لحظه برنامه. شماره تلفن ما هست 416-660-7070 و وبسایت www.persianbeautyawards.com. با شما خواهیم بود در هفته آینده. بهار جان شبتون خوش. شب خیر. شب همگی خوش. Persian Beauty Awards, Madison, Toronto, Center for the Arts. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014 Persian Beauty Awards, نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. با برنامه فشن و تاثیرش روی انتخاب ملکه های مختلف زیبایی در دهه های مختلف. امروز راجع به دهه 50 براتون صحبت میکنم. تاثیر فشن در 50s بر روی میس ورلد های دهه 50. دهه 50 کلن یک ریولوشن و انقلاب در فشن اتفاق افتاد. لباس ها از اون حالت پاکتی و ساده دهه 40 که دهه جنگ بود تبدیل شد به لباس های بسیار زنانه و فمینین که معروف هست به ساعت شنی. مشخصه هایی که توی میس ورلد های دهه 50 دیده میشه دامن های پفی هستش، یقه های گرد
و سیلویت های کوتاه. یکی از چیزایی که خیلی اون زمان محبوب بود، یکی از جزئیات فشن که خیلی اون زمان محبوب بود، یقه های هالتری یا دکولت های هالتری هستش که نه تنها توی لباس های شب بلکه در لباس های سویم ویر و سپورت ویر بر روی سن حتی دیده می شد. چیزی که خیلی اون زمان محبوب بود در ارتباط با مدل مو، مدل موهای کوتاه، کپ‌های کوتاه و رژ لب‌های قرمز و پررنگ و همچنین آرایش‌های بسیار ملایم و زیبای چشم بودش که اون حالت فمینین رو بیشتر حمایت می‌کرد. بعد از این برمیگردم به برنامه خودمون، مهمونی خودمون در شب 10 می که بعد از 36 سال با فرش قرمز، جلال و شکوه خاصی قرار اجرا بشه. به همین دلیل درس کد مهمون‌های عزیزمون های هیلز و گلامر هستش. اون شب به عنوان اولین سال، مهمترین و بهترین سال خواهد بود. به همین دلیل با ویدیوها، عکس‌ها و گزارش‌های متعدد برای همیشه زنده خواهد ماند. برمیگردیم به اتاق فرمان و میام اینجا با یه مهمون در خدمتتون هستم. Persian Beauty Awards، مراسم انتخاب ملکه زیبایی، تورنتو، سنتر فور دی آرتس. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Awards، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. در این بخش از برنامه در خدمت یکی از سپانسورهای محترم برنامه هستیم که بخش لباس‌های خانم‌ها و همچنین سربازهای هخامنشی و اسب‌هاشون که در ورودی محل اجرای برنامه که تورنتو سنتر فور آرت هستش پشتیبانی می‌کنن ایشون. آقای فرید هدایت. آقای هدایت، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. اگر ممکن ازتون خواهش کنم که توضیح مختصری در ارتباط با خودتون و سربازهای هخامنشی و اسب‌ها و لباس‌هاشون برای بینندگان عزیزمون بدید. خواهش می‌کنم. با عرض سلام خدمت تمام بینندگان عزیز و همچنین همکاران و دست‌اندرکاران پروژه بیوتی آواردز، من به عنوان اسپانسر و همچنین طراح لباس در یکی از بخش‌های این برنامه دارم همکاری می‌کنم. افتخار اینو دارم که بتونم دو تا لباس از سربازهای اخوانشی دیزاین کنم و همچنین دو تا لباس برای سربازا و همچنین طراحی برای دو تا اسب که از اسبهای مثل زمان اخوانشی هستش. بعد سعی کردم که تا جایی که میتونم اون حالت به اصطلاح به وجود بیارم اصلیتشون رو. پارچه ها طبیعی از پارچه های کتان و پشم استفاده شده و همچنین گلدوزی و اینها و رنگ هایی که در اون زمان استفاده می شده. گلدوزی ها کارهای دست خودتون هست؟ کارهای دست خودم و همچنین همکارهایی که دارم که با من همکاری می کنن. بسیار عالی، خیلی ممنون که به برنامه ما تشریف آوردین. مرسی از همگی. میریم که بخش بعدی برنامه رو ببینیم. مرسی. مراسم انتخاب ملکه زیبایی، تورنتو، سنتر فور دی آرتس. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Award، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. چه
شب 10 می یک شب به یاد موندنی و با شکوه. همونطور که اطلاع دارید شب 10 می یعنی در شب برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبای ایرانی همزمان شده با شب قبل از روز جهانی مادر. مادرانی که ما همیشه باید قدردان زحماتشون باشیم و کسانی که همه عشقشون و همه تلاششون رو گذاشتن برای به بار نشستن فرزندان عزیزشون. یعنی همه تلاششون برای پیشرفت عزیزانشون هست. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که در اون شب به قید قرعه به 10 نفر از خانومهای ایرانی که در مراسم حضور دارن و همچنین در رأی‌گیری آنلاین و حضوری در روز 10 می شرکت میکنن جوایز هر چند کوچک بدیم و قدردانی کنیم ازشون. امیدواریم که بتونیم که با این هدایای کوچک قدردان کوچکترین جز از زحمات این عزیزان باشیم. امیدوارم که همه شما عزیزان مخصوصا مادران عزیز ایرانی در شب 10 می با ما همراه باشید و یک شب به یاد موندنی رو با ما بگذرونید. با همدیگه خواهیم بود با برنامه‌های مفصلی که اون شب در کنار همدیگه خواهیم داشت. مادران عزیز رو قدردانی می‌کنیم ازشون و به پاس این قدردانی از خانم‌های عزیز ایرانی شب 10 می رو با هم جشن می‌گیریم. طبق روال هفته‌های گذشته توی این قسمت از برنامه ما با چند تا دیگه از شرکت کنندگان عزیز مسابقه ملکه زیبایی هستیم. میریم یه مصاحبه کوتاه با این عزیزان رو با هم می‌بینیم. بازم در خدمتتونیم. Persian Beauty Awards، مراسم انتخاب ملکه زیبایی. Toronto Center for the Arts. برای اولین بار ملکه زیبایی 2014. Persian Beauty Award، نامی که هیچ وقت فراموش نمی کنید و اما انتخاب ملکه زیبایی. برای شرکت در مراسم انتخاب ملکه زیبایی از هر نقطه جهان به وبسایت www.persianbeautyawards.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات در تورنتو 416-660-7070. persianbeautyawards.com. شب بخیر خانم. سلام. خیلی خوش آمدید. مرسی. میتونم خواهش بکنم از یک نفر خودتون رو معرفی بکنید؟ حتما. من مرجانه هستم. نگار. Persian Beauty Awards. خب. حالتون چطوره؟ خیلی خوب. شما خوبید؟ خوبم. شما مرسی. نروس که نیستین؟ من خودم به شخصه بیشتر اینکه نروس باشم خیلی خوشحالم از اینکه این اپورتونتی برای ما به وجود آوردین و چه خوبه که این موقعیت رو به ما دادین. من دوست دارم که تشکر کنم به نوبه خودم از اینکه این اپورتونتی رو در اختیار ما گذاشتیم و ما اینجا اومدیم و نمیدونم اسمشو من نمیگم نروس، من میگم یه راشی که به هر حال یه لذت خاص خودشو داره و اینکه همین که اینجا باشیم و بتونیم تجربهش کنیم خودش خیلی شیرینه. خب نگاه. من با اینکه خیلی خستم چون از مونترال اومدم ولی واقعا این برنامه دوستان فقط همش هیجانه و انقدر جمع دوستانم. واقعا در کنار بچه‌ها لذت من دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و همینطور تیممون گروهمون واقعا فوق العاده است. از همینجا می‌خواستم از همشون تشکر بکنم. خب خسته نباشین، خیلی ممنون از اینکه اومدی و ساناس. حالا من با جفتش موافقم، همه حرفایی که زدم درسته. هم مثل مرجان خوشحال هستم که این اپورتونیتی برام به وجود اومده و همین که خیلی همیشه خوش میگذره و خوبه همه جمع. خب ساناز بذار از تو شروع بکنم. با توجه به اینکه میگی خیلی دوستای خوبی پیدا کردی و محیط خیلی دوستان است و فرندلی، تو چطوری این حس رقابت تو این مسابقه رو در خودت زنده نگه داشتی؟ والا به نظر من رقابتش همه با همیم، همه با همدیگه کمک میکنیم. من شخصا رقابتی اونطوری حس نکردم و به نظرم بیشتر یه دوستی و همه داریم با هم بالا میریم و بزرگ میشیم و مثلا برنامه میتنگ تو اجرا میکنم. ببین در حال این یه مسابقه است و یه برنده داره دیگه. درست. خب تو چیکار کردی برای اینکه این احساس رقابت همچنان در تو زنده بمونه؟ خب همه دوستان دختر شایسته باشن. خب مرجان تو تا به حال توی هیچ مسابقه شرکت کردی؟ مسابقه دختر شایسته نه، ولی از بچگی همیشه دوست داشتم که یه موقعیت برام پیش بیاد که شرکت بکنم.
هر مسابقه ای. هر مسابقه مثل کنکور، مثل مسابقه بسکتبال. بله بله بله، من چون به ورزش خیلی علاقه دارم، مسابقات ورزشی من شرکت کردم. مسابقه بسکتبال بوده من شرکت کردم، تو تیم ملی شنا بودم وقتی که ایران بودم، یعنی استانی اون، چون من از شهر کرمانشاه هستم، اونجا شنا کار میکردم و مسابقات زیادی تو زندگیم دادم. خب چه مقام هایی آوردی؟ بالاترین مقامی که آوردی چی بوده؟ مقام هایی که آوردیم توی مسابقاتی که شرکت میکردیم تا اون موقع بسکتبال بوده که مقام آوردیم. مسابقه فردی؟ فردی؟ چیزی که مسابقه فردی باشه چیزی به خاطرم نمیاد الان، در حال حاضر حضور ذهن ندارم. ولی ورزشی بوده بیشتر. نگار جان، تو توی این مدت برای اینکه خودتو بیشتر به جامعه بشناسونی و نقش خودتو توی این مسابقه پررنگتر نشون بدی چی کار کردی؟ کنم این که خب اولا پشت کنم توی زمینه خیلی خوب بود، همونطور که میدونم برای من خیلی سخت بود که از مانترال بالاشم بیام اینجا، ولی خب سعی کردم که به هر طوری که شده خودم به این مسابقه برسونم و همینطور سعی کردم که خودم رو توی این برنامه از اسکیل هایی که دارم با توجه به اینکه خب تحصیلاتم اسکیل هام همه رو در برنامه نشون بدم، چون بالاخره میدونم که درسته که اسمش ملکه زیبایی هستش، ولی خب علاوه بر زیبایی یه سری زیبایی های درونی و اسکیل ها و همینطور یه سری تحصیلات حتما توی این برنامه خواهد بود، یعنی جزء پوانا خواهد بود. خب سعی کنم روی اینها بیشتر فوکوس بکنم و امیدوارم که بسیار موفق باشم. سانت جان، توی مرحله اول بالاخره تو هیچ آگاهی هم نداشتی و خیلی همه چیز برات جدید بود، به نظر چه نقطه ضعفایی داشتی؟ نقطه ضعفایی که میتونستم داشته باشم، خب همین که با هیچ کس آشنا نبودم، هیچ کس رو نمیشناختم. میدونستم که بعضی از دخترها همدیگر رو میشناختن، ولی من هیچ کس رو نمیشناختم واقعا. و با وجود این خدا رو شکر همه، مثل این قبلا هم گفتم، همه خیلی خونگرم و خودمونی بودن. نقطه ضعفای دیگه، خب هر کسی یه هنری داره، هر کسی یه زیبایی داره، یه قدی داره. بالاخره خب رقابت هستش دیگه، این رقابت ها نقطه ضعف هم میتونه باشه.